دوستان و همراهان گرامی درود خدمت همه شما امیدوارم که حالتون بسیار عالی باشه من فاطمه کاهانی هستم مدرس بین المللی زبان انگلیسی و امروز بچه ها در ادامه کارمون یونیت 7 رو آغاز خواهیم کرد پاریت A ما الان دیگه بچه ها نصف کتاب رو به صورت کامل کار کردیم و الان نیمه دوم کتاب رو قرار هست شروع کنیم Uh, خب, unit 7 part a گفته که first day nerves در قسمت گرامر، ببینیم که قراره چه گرامر رو یاد بگیریم گفته uses of the infinitive uh, قرار از master های تو رو بچه ها یاد بگیریم در قسمت vocabulary گفته که verbs plus infinitive فعل هایی که به اضافه infinitive میشن یعنی بعد از چه فعل هایی ما استرکتر ام در واقع اینفینیتیو رو استفاده میکنیم یعنی تو به اضافه فعل و در قسمت پرنانسیشن هم گفته که ویک فورم of تو لینکینگ میگه شکل ضعیف تو رو قرار هست کار کنیم که خب وقتی ضعیف باشه تو نمیگیم دیگه حالا اونجا برسیم بهتون میگم <تصفح> ببخشید خب بریم سراغ پارت وان گفته که Imagine that somebody you know is starting a new office job tomorrow میگه تصور کنید یک شخصی که میشناسید فردا یک کار اداره جدید رو شروع میکنه Think of two important tips you could give him or her to make the first day go well. میگه دو تا نکته مهم یا توصیه مهم که میتونید به اون فرد بدین که بتونه روز اول کمک کنه به روز اولش که خوب پیش بره اینجا بنویسید حالا یه توصیه مثبت یه توصیه منفی مثلا توصیه مثبت مثلا من بخوام بگم مثلا چی بگیم حالا حالا منفی مثلا به حوزه میرسه dont be late مثلا دیر نکن برای مثبت مثلا بگیم که try to wear مثلا something suitable که سعی کن یه چیز مناسب بپوشی حالا این چیزهایی بود که بچه الان به ذهن من رسید شما چه چیزهایی به ذهنتون میرسه؟ البته این آرتیکلمون هم در مورد, در مورد, همین نکات هست الان با هم میخونیم بریم سراغ پارت بی گفته که now read the article are your tips there میگه که این تیپ uh, هایی که این توصیه هایی که شما اینجا گفتین در پارت A ای آیا در این آرتیکل هست یا نه و پارت C وچه گفته که read تاپ um, top tips A to G uh, then read Uh, the article again and put them in the correct place خب ببینید بچه از a تا g به ما چند تا م... نکته داده ما باید اینا رو بذاریم توی این جاهایی که میبینید 1, 2 تا شماره 7 چون همه اینا رو قرار هست که من یک جا انجام بدم دیگه از a to c رو خوندم خب فقط یه چند لحظه بچه به این تیپ ها نگاه بکنید و بعد ما میریم سراغ Mm, article. Okay. این پیکچری که میبینید خب عنوان آرتیکل چیه بچه گفته که How to survive your first day in a new office چگونه؟ میگه زنده بمانیم زنده بمونید و اولین روزتون رو در یک آفیس جدید. Everybody gets nervous on their first day at any job. میگه هر کسی خب nervous میشه مثلا بگیم استرسی میشه یه کم عصبی ممکنه بشه. اولین روزش رو حالا توی هر کاری که باشه. But these tips can help you to get it right. میگه اما این توصیه ها میتونه کمک کنه به شما که همه چیز رو اوکی uh, okay کنید. همه چیز اوکی okay پیش بره. خب. اولین پارتی که گفته. گفته که wake up early, have breakfast, shower and get dressed. Wear formal or clothes but not too formal. Check the weather forecast to make sure your clothes are right and if you're driving... check traffic reports to see if there are any problems. خب کدوم یکی به نظر شما بچه مچ میشه؟ به نظر من میگه دی میشه بچه decide what to wear the night before میگه تصمیم بگیرید از شب قبل تصمیم بگیرید چی بپوشید Tip two, Make a plan to arrive at least 10 minutes early, but not more than 20. You don't want to look too enthusiastic. Say hello to people, smile, and use this time to ask questions. But tip two, if you can't, admit it and say sorry, I forgot your name. <clears throat> در مورد نیمز گفته دیگه درسته بی uh, 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 uh. دیگه بچه. try to remember everybody's name okay tip 3 offer to make coffee or to bring water um, for your colleagues میگه بهشون تعارف کنید که براشون قهوه درست کنید یا براشون آب بیارید برای همکارانتون یعنی bad uh, if it's very bad people will always remember it if it's very good they'll always ask you to make it خب بریم ببینیم کدومه یکی میشه ای بچه ها فکر میکنم بشه don't make it either very well or very badly میگه حالا ای قهوه ای هم میخواین درست کنید نه خیلی خوب درست کنید نه خیلی بد چون اگه بد باشه افراد همیشه یادشون میاد و اگر هم خوب باشه همیشه از تو میخوان که بری قهوه براشون درست کنی تیپ uh, بعدی میگه Don't be the first person to ask about lunch Wait to see what everybody else does <coughs> بخشید میگه اولین نفری نباشید که از نهار میپرسه منتظر باشید که ببینید بقیه چی کار میکنن خب بریم ببینیم کدوم یکی میشه mm. See if they invite you to go with them, go. Yeah, if you to go to them, go. Okay, be prepared to have problems. Many bosses give new employees. Uh, give new employees some difficult work on their first day to see how they manage. خب. If you can't, don't be afraid to ask for help. خب این پس به یک مشکل برمیگرده بچه باست ببینیم که مشکل کدومه جی بچه try to solve the problem yourself first try to solve the problem yourself first yes okay بریم بعدی Um if you go to a meeting uh listen keep quiet and take notes you don't want to annoy other people on the, okay in میشه If بچا keep your good ideas for the next meeting میگه نظرات خوبتون رو برای میتینگ بعدی نگه دارید Okay, and the next one. Don't think that staying late will impress your boss. یه فکر نکنید اگر تا طولان مدت به امانید سر کارتون رئیس دون تحت تأثیر قرار میگیره It won't At least not on your first day Go home یه حداقل اولین روزتون این کار رو نکنید برید خونه خوب بریم آخری دیگه اونی که باقی مونده ای این هست ریدینگ حالا بریم سراغ which tip do you think is the most important به نظر شما اه, کدوم یکی از این تیپ هایی که الان خوندیم. مهمترینشه Do you think any of the tips could also be useful for the first day in a new class or on a course? میگه به نظر شما باز ام ام این تیپ هایی که الان خوندیم میتونه مفید باشه برای اولین روز یک کلاس جدید یا یک کورس جدید دیگه نظرات شما خب بریم ببینیم که بعدیه چه جوریه یه لیسنینگ جالبی داریم بچه ها میبینید که دو نفر رو نشون میده که احتمالا کار جدیدشون رو شروع کردن و خب با توجه به پیکچر فکر میکنید چه اتفاقاتی بچه ها داره میفته همینجا یه پاز بزنید یه اسپیکی که کوچولو برید بچه ها بگید که توی هر کدوم از این پیکچر ها چه اتفاقی داره میفته و احتمالا کی کار جدید گرفته چه مشکلاتی براش پیش اومده و اینجوری اوکی. این نمیتونه یه اسپیکینگ قشنگ بشه خب حالا 7.1 یه که listen to Simon and Claire uh, describing their first day at work میگه به این آقای سایمن و خانم کلیر گوش بدین که توصیف میکنن اولین روز کاریشون رو what problems did they have چه مشکلاتی داشتن Uh, what advice from the article in one would you give them؟ میگه چه توصیه هایی رو بهشون میدین از این آرتیکلی که الان خوندیم بچه ها و اینکه خب بفهمید مشکلشون چی بوده و صفحه بعد بچه ها گفته که listen again answer with S, C or B سایمون کلیر بوث آف خب من چند دقیقه سکوت میکنم بچه ها خو برای کدوم یکیشون این اتفاق افتاده اینا رو سریع بخونید تا من این قسمت رو پلی کنم اوکی Very much a minor play. Uh, 7.1. 7.1. Yeah, like 7.1. 7. 7. Simon. When I was about 30, I got a job working as an editor in a publishing company. It was my first office job, and, um, I didn't really know what to wear, but um, for the interview I wore a suit. In fact, I bought the suit specially for the interview. I got the job, so I thought that must be okay, so um, on the first day I went to work wearing a suit and tie. I got to work early. Um, I wanted to make a good impression, and I was the first person in the office, so I went in. I found my desk with my name on it. And I sat down and there were a few papers and documents for me to read, so I started reading those. I turned on my computer and after about 10, 15 minutes, the other people in the office started to arrive. And I noticed that nobody else was wearing a suit. And I thought, okay, it's not a big problem. So I introduced myself to the other people. I said, hello, how are you? Hello, nice to meet you. And the next thing someone said to me was, my computer's really slow. Do you think you know what the problem is? And I said, no, no, not really. So then I introduced myself to somebody else and said, hello, nice to meet you. And she replied, hello, nice to meet you. And then she said, do you know how I can connect my computer to the printer? And I said, no, I have no idea how to do that. Anyway, I went back to work, and about half an hour later, I had a meeting with my boss, and she said, How's it going? And I said, Yeah, it's all going well. Everybody seems really nice. Just one thing. Why does everybody think I can fix their computer? And she looked at me and what I was wearing, and she said, It's your suit. Nobody in this office wears a suit, so they think you're from the IT department, and you've come to help with a computer problem. They're the only ones who wear suits. So I never wore it again to this day. Claire. It was my first day at work as a teacher at a language school, and they asked me to come the first week of the new school year to observe some teachers, to watch their lessons, and then I was going to start teaching the following week. But when I arrived there, they told me that one of the teachers was sick, and they asked me to take the class. And it was three year old kids. So I was in a class with about ten three year olds who were running around. My boss gave me a storybook to read to them, but the kids couldn't speak any English. I'd never taught, never been trained to teach children that small. I tried to read the book to two of them, but the others were running around shouting and hitting each other. And at the worst possible moment, just when all of them were being really noisy and not doing anything I was telling them to, my boss, the director of the school, opened the door and just looked at me. I felt terrible, but then she said, These children are too young for you, aren't they? And I said, Yes. I was nearly crying. Luckily after that she never gave me any classes with really young children but it was the most stressful class I've ever tried to teach. Okay, خب. Number 1 بچه گفته که wasn't expecting to work on his or her first day. Claire بود چون اصلا کنه، فقط رفته بود که observe کنه Number two, didn't have the training to do the job. Mm, بازم clear میشه. Uh, چون که train نشده بود که بچه های کوچیک رو آموزش بده. Number three, made the wrong decision because of his interview. خب اینم میشه Simon بچه ها که به خاطر اون کت شلواری که پوشیده بود روز اینترویو uh, روز اول کاریش هم اون رو پوشیده بود که خب it was a wrong decision. and number four couldn't answer the questions that the people that people asked him or her in which assignment number five felt bad when he or she spoke to the boss it was terrible توی صحبت های سایمن من چیزی حس نکردم که مثلا بعد از صحبت با باس با رئیسش یعنی حس بدی داشته باشه. به نظر من کلیر میشه بچه نظر شما چیه. نمبر never had the same problem again. Um, اینم دوتایی شون میشه بچه ها. میذارید both یعنی بی. خب بریم سراغ پارت سی بچه ها گفته که Have you ever had a problem on your first day in a new job or in a new class or school? What was it? خب گفته که تا الان یک به مشکلی یعنی برخوردین مشکلی داشتید اولین روز کاریتون یا اولین روز کلاس یا مدرسه و چی بوده؟ خب باز اینم یک کس کوچولو که کوچولو بچه داشته باشید. بریم سراغ پارت 3. Vocabulary and Grammar. گفته که Verbs plus infinitive. Uses of the infinitive. خب infinitive رو فکر کنم. اول درس اشاره کردم. گفتم بچا یعنی فعل به اضافه تو. یا بهتر بگیم تو به اضافه فعل. میشه infinitive. یعنی مثلا... بذارین اینو تو Grammar بگم. الان بریم سراغ... Uh, in Rasmat, party A complete the missing verbs from the article. Um, in article, I um, plan chana, plan to arrive at least 10 minutes early. Number two, offer to make coffee. Number three, you don't um, want to annoy any other people on day one. Number four. Uh, try to solve the problem yourself first بریم سراغه 158. 158 این قسمت بچه ها گفته که verbs plus infinitive ببینید بچه ما در جمله سازی های انگلیسی یه سری فعل هایی داریم Uh, که الان یه لیستی از 14 تا شو دارید میبینید از 1 2 4 بعد از اینها ما اگه بخوایم یک فعل دیگه بیاریم یعنی دو تا فعل بخوایم پشت سر هم بذاریم بایستی اون فعل رو به صورت اینفینیتیو استفاده بکنیم که یعنی همین استفاده ای اون فعل دوم با تو که میشه مستر با تو حالا لیست فعلایی که به ما داده اینجا چیه یه نگاه بندازین که ببینیم بر اساس معنا کدوم یکی رو باید بذاریم از نمبر 1 تا نمبر 14؟ بی برینگ بای کچ درای فاین گت مرید گو رو گفته دوبار استفاده کنید هلپ پی رین C ترن آف خب این از فعلا که ما باید بذاریم تو این قسمت اینجا ها یعنی که جمله ها رو کامل کنیم حالا لیست فعل هایی که بعدش اینفینیتیو میاد البته اینا یه تعدادشه دیگه آف کورس این همش نیست اینا یه تعدادشه

یه چک بکنید جمله ها رو و یه اسکرین شات اگه لازم هست بگیرید تا من این قسمت رو پلی کنم براتون 7.2 خب یه جور نشون بدیم که فعل ها هم دیده دیگه ها البته نمیشه از از ها هم بچا یه اسکرین شات از لیست فعل هایی که باید بذاریم توی جاهای خالی تا من 7.2 رو بیارم 7.2 خب فکر کنم اومد آها اینهاش خب بذاری من این قسمت رو طوری نشون بدم که 14 تا جمله دیده بشه 7.2 okay. 7.2 verb forms 1 verbs plus infinitive 1 We've decided to go to France for our vacation. <clears throat> 2. Don't forget to turn off all the lights. 3. We hope to see you again soon. 4. I'm learning to drive. My test is next month. 5. <clears throat> I need to go to the supermarket. I don't have any milk. 6. He offered to help me with my suitcase. 7. They're planning to get married soon. 8. He pretended to be sick, but he wasn't really. 9. He's promised to pay me back when he gets a job. 10. Remember to bring your dictionaries to class tomorrow. 11. It was very cloudy and it started to rain. 12. I'm trying to find a job, but it's very hard. 13. I want to catch the 6 o'clock train. 14. I'd like to buy a new car next month. اوکی okay, این هم از پاسخ ها بچه ها برگردیم پیجی که بودیم پیج 55 بایستی برگردیم اوکی uh, okay. خب این از قسمت وکابیولری حالا گفته که پارت C ببینیم چی گفته گفته که match sentences a to c یعنی این جمله ها را بچه ها ای بابا چه با. اینجوری شد تو رولز 1 تو 3 سه تا رول به ما داده بچا اینجا از 1 تا 3 و سه تا هم جمله به ما داده اوکی okay. پارت ای یعنی جمله ای میگه که چک دی وذر فورکاست تو میک شور یور کلوز آر رایت خب این چیه بچا جمله ای اون infinitive رو after adjective استفاده کرده یا to give a reason for doing something برای ارائه یک دلیل در واقع infinitive رو استفاده کرده یا after a question word اومده استفاده کرده به نظر شما کدوم یکیه after a question word بذاری همه جمله ها رو بخونم بعدش اینجوری بهتر تصمیم بگیریم با هم دیگه

و A هم میشه number two یعنی یک دلیل رو داریم برای انجام یک کاری ارائه میدیم میگه اگه چک قرار هست اینجوری بگیم هوا رو چک کن که چی بشه داره دلیل میده to make sure to که مطمئن بشی لباس هات مناسبن اوکی هستن B بعد از یک واژه پرسشی هست، تصمیم بگیر که چه چیزی را بپوشی از شب قبل. و سی بعد از یک adjective dont be afraid نگران نباش که بپرسی که كبه... کمک بخواهی که بپرسی برای کمک که بخواهی کمک. خب الان میریم بچه صفحه 138 اونجا گرامر رو با هم دیگه کار خواهیم کرد خیلی گرامر آسونیه. It's very very easy. Uh, مطمئنم سریع یاد میگیرید. Uh, کلا uh, بذارید من جمله ها رو پلی کنم باز دیگه uh, یه بار دیگه توضیح بدم. 7.3 رو من پلی کنم جمله ها رو ببینید بچه ها. چند لحظه هم من سکوت میکنم که شما جمله ها رو بعد از پلی کردن آدیو uh, نگاه کنید بعدش بریم سراغ Infinity there infinity okay? So seven. Seven point 3. three. One you need to be on time. Try not to talk too much. Two. It'll be nice to meet new people. It's important not to be late. Three. I don't know where to go or what to do. Four. Why did you wear a suit? To make a good impression. I wore a suit to make a good impression. Okay, in a scene. چند لحظه بچه دقت کنید به این قسمت های آبی جمله ها ببینید پازتیوه نگتیوه بعد از چی استفاده شده؟ اول اینکه بچه در مورد خود اینفینیتیو من بگم که اینفینیتیو این پایین هم به صورت یک بولت پوینت گفته The infinitive is the base form of the verb میگه همون شکل ساده فعل به اضافه تو okay. که میتونه حالا این اینفینیتیو um, میتونه هم مثبت باشه هم منفی چگونه یه اینفینیتیو رو بچه منفی کنیم اول بذاریم مثبتش رو بگیم که بدونید چجوری منفیش کنیم ببینید to be الان یه infinitive to talk یه infinitive to meet to be to go to do to make to make اینا infinitive و infinitive مصبت یک تو اومده به اضافه اون بیس فرمه شده حالا اگه ما خود همین اینفینیتیو و بچا توی جمله بخوایم منفی کنیم نه فعل اصلی ها خود اینفینیتیو رو اگه بخوایم منفی کنیم میایم یه نوت به قبل از این انفینیتیو اضافه میکنیم ببین مثلا تو پرژن ما میگیم مثلا این جمله البته زیاد رفتی به انفینیتیو نداره فقط میخوام درک کنید که تفاوت منفی کردن فعل اصلی رو با منفی کردن اون فعل بعدش ببینید مثلا میگم سعی کن زیاد حرف نزنی خب الان فعل اصلی جمله که فعل امری هم هست سعی کنه خب اه، حالا اه، میخوام فعل اصلی رو تو این جمله منفی کنم سعی نکن زیاد حرف بزنی <applause> اوکی این تفاوت شاید گفتم اینجوری بهتر متوجه بشین تفاوت منفی کردن فعل اصلیه و اینکه خود اینفینیتیو ما بخوایم منفی کنیم از تو همینم بذارید من مثال بزنم مثلا try not to talk too much سعی کن زیاد حرف نزنی حالا اگه بخوام فعل اصلی رو منفی کنم don't try to talk too much دیگه infinity و منفی نمی کنی. حالا نمیدونم این نکته احساس کردم شاید بایستی گفته بشه خب این شد قضیه اینفینیتیو بچه تو به اضافه بیس فرم و منفی کردنش هم نات به اضافه تو به اضافه بیس فرم این از این حالا کاربورد های اینفینیتیو چیه؟ چند تا کاربوردش رو اینجا به ما گفته یکی رو که الان توی وکبیلری یاد گرفتیم بعد از یه سری فعل ها ما اگه بخوایم فعل بعدی رو استفاده بکنیم به صورت اینفینیتیو استفاده میکنیم مثلا من نمیتونم میگم you need be on time you had, باید حتما به صورت اینفینیتیو استفاده بشه یا مثلا بعد از فعل try try to talk try not to talk بس این من برم سراغ بولت پوینت برای سوز کتاب توضیح بدم it could be it is of course much better uh, خب after some verbs که خب اینو گفتم after adjectives بچه مثل شماری دو بعد از adjective بعد از یک adjective مثلا این خوبه که این کارو بکنی uh, مثلا این خیلی افتضاحه که این کار رو انجام بدی اینجوری خیلی بد میشه مثلا um, که ادامه بدی اوکی okay, مثلا حالا جمله کتاب It'll be nice to meet new people It's important not to be late من یه جمله خودم بگم مثلا um, It's great to see you مثلا همین جمله بسیار معروف It's great to see you اوکی okay. Um, غیری مثاله دیگه خودتون میتونید بگید uh, number three, of the after questions, Words, for example, what, where مثالی که تا مثالی که تا گفته که I don't know where to go or what to do یا مثلا I went to a meeting but I didn't know what to say ولی نمیدونستم چی باید بگم Okay, number four هم گفته to say why you do or did something برای چرایی یک چیزی ما از infinitive میتونیم استفاده کنیم مثلا مثلا I go to park to play tennis. من میرم به پارک که تنیس um, بازی کنم. Uh, دارم چرایی رفتن به پارک ام رو میگم. Uh, اینم از این خب آره این قسمت آخر گفته که base form گفته remember that we use the base form after auxiliary verbs. گفته یادتون باشه که ما base form رو بعد از auxiliary ها استفاده میکنیم مثل do, does, didn't. و after most modal verbs can, could, will, would اینا یادتون هست دیگه بچه بعد از can و could و و did or. ما فعل به صورت ساده می آوردیم مثلا she doesn't like یا I didn't hear یا I will go okay. Uh, حالا نکته این که اینو گفته uh, بعد از um, شاید در مقایسه با um, گزینه یک باشه بچا گفته چون توی نمبر 1 ما بعد از یه سری فعل‌های های خاص باید اینفینیتیو بیاریم حالا اینجا اومده یادآوری کرده بعد از فعل‌های های آگزیلیری و مودال ما بایستی فعل رو به صورت ساده بیاریم بدون تو بدون آی و کاملا به صورت پیور خب بریم سراغ سایزمون ببینیم چه خبره اینجا خب مرچ دستنتنس هست You need to be ready of the Bobi match to show your ID at the gate. Number one, I know you're tired, but try to stay awake for the party party. Number two in my job it's important D It's important to dress formally, Number three, I don't know where where to park. number four, we were late, so Toma offered a to drive us to the train station. Uh, number five, when you give a presentation, it's normal to feel nervous. Okay. You have to say that you are a conference, you are in a meeting, and you are nervous, <laughs> you are nervous. <laughs> Part B, you have complete the sentences with an affirmative or negative infinitive. You have to complete the infinitive, you have to complete the infinitive not be, do, not drive, have, learn, uh, look for, not make, meet, and pay I'm planning to have a party next week okay number one a hi I'm jisu I'm Rosaria Rosaria or Rosaria <laughs> okay nice to meet you okay Number two, what do you want? Stay in or go out. What do you want to do tonight? Yes, stay in or go out. Number three, let's meet outside the restaurant. I promise not to be late. Not to be late. Number four, try a noise your father is try not to make a noise your father is sleep. Number five, I'd really like to learn a new language. Number six, be careful not to drive too fast. The roads are icy. Number seven, my brother has decided look um, for to look for a new job. But number eight, the museum is free, you don't need to pay to go in, okay? grammar page 55. خب بریم سراغ پارت دیگه این قسمت گرامر بچه که چیزی نداشت دیگه نه, نه؟ آها بذار این پارت ای رو بچه من نشونتون بدم یه چیزایی داره پیج 104 و پیج 110 بریم سراغ پیج 104 اه چیزایی که داره خوبه بچه ها how to survive این um, ماله student A هست گفته که read the article how to survive meeting your partner's parents for the first time tell B then tell B the five tips and give more details when you finish decide with B which is the most important tip مثلا همین آرتیکلی که الان خوندیم برای اولین روز کاری باید چی کار کنیم اینجا و صفحه 110 دوتا تا آرتیکل دیگه داریم که این یکی مال چیه um, How to survive meeting your partner's parents و میبینید که چند تا تیپ داده از یک تا 5 بعد گفته استودنت A ای اینو بخونه و به استودنت B بگه که تیپ ها چی بود و در نهایت تصمیم بگیرید که کدوم یکی مهمترینه و چرا. خب من میخوام یه جوری اینو نشون بدم شما بتونید اسکرین شات بگیرید من فکر میکنم این حالتی باشه اوکیه خب یه اسکرین شات بگیرید بچه اگه نیاز هست خب این از این حالا بریم صفحه 110 اینم مال استودنت بی How to survive a first date and make a success of it. این هم یه بگیرید خب حالا اگه دارین بچه دو نفره کار میکنید که همین حالت استودنت A و B A بخونه برای B توضیح بده B بخونه برای A توضیح بده و در نهایت تصمیم بگیرید که کدوم یکی the most important مهمتری نشه و چرا اما اگه در این تک نفره کار میکنید خب دیگه این توضیح دادنه رو میتونید به این صورت در نظر بگیرید که به صورت یک کنفرانس بیاین ارائه بدین مثلا بگین که امروز میخوام در مورد این که چگونه یک first date رو به صورت موفقیت آمیز حالا بتونیم پیش ببریم چی کار رو باید بکنیم و بعدش بگید که در نهایت من فکر میکنم این مهمترینشه نشه اوکی؟ حالا باز خیلی اگه تک هستید نمیدونم اگه چیز دیگه به ذهن دور میرسه چیزی که به ذهن من رسید اینه به صورت خلاصه بیاین بگین و صداتون رو ضبط کنین و بعدش حالا بگین که مثلا آیتم اه مثلا اه one چه میدونم تو is the most important اوکی uh, ببخشید okay. <coughs> این هم از این برگردیم پیچ 55. این بچه بخش اسپیکینگتون بودها دیگه میدونم که uh, مثل همیشه You will do it uh, Do you think the tips you have read in this lesson are appropriate in your country? If not, why? خب این هم یه سوال جالبیه ببینید میگه که به نظر شما این توصیه هایی که خوندید در این درس مناسب کشور شما هست اگر نیست چرا نیست این هم میتونید به صورت یک اسپیکینگ خیلی کوتاه انجام بدین بریم سراغ پرنانسیشن خب گفته که شکل ضعیف تو و اینکه لینک کنیم واژگان رو خب وقتی ضعیف باشه گفتم که فکر میکنم ابتدای درس اینا تو دیگه تلفظ کنیم حالا میریم میبینیم چگونه تلفظ میشه بری سراغ پارت A گفته که listen to three sentences به سه تا جمله گوش بدید is to stressed میگه آیا تو در این جمله ها استرس uh, روش قرار میگیره یعنی محکم تلفظ میشه how is it pronounced خب من 7.4 رو با استی پلی کنم که شما ببینید این تی او چجوری تلفظ میشه 7.4 7.4 I want to come It's difficult to say Try not to be late Okay دیدین که بچه محکم تلفظ نشد Okay نگفت مثلا I want to come It's difficult to say خیلی uh, ضعیف تلفظ کرد I want to come It's difficult to say try not to be late okay بریم ببینیم این باکس لینکینگ چی میگه بخشین <coughs> بجا من صدا میگیره <coughs> خب لینکینگ words with the same consonant sound میگه لینک کردن واجه ها با اون صدای ام دنبال معادل فارسی فار بی صدا ام a uh, consonant When a word ends in a consonant sound and the next word begins with the same sound, we often link the words together and only make the consonant sound once. Uh, this happens when a word ends in t before to. So, for example, I want I want to is pronounced I want. To. ببینید بچه رو want want okay. خب میگه که وقتی یه واجهی به یه کانسننتی ختم میشه مثل want مثلا به تی ختم شده و واژه بعدی هم با همون کانسننت شروع میشه مثل اینجا که با تو شروع با تی شروع میشه با t, صدای ت شروع میشه اینجا یکی از در واقع این کانسننت ها دیگه به نوعی میان توی هم میتونیم بگیم می ادغام میشن لینک میشن به هم دیگه ما نمیگیم I want to I want to I want to okay. این هم از نکته این قسمت حالا بریم سراغ 7.5 ببینیم که listen and complete questions 1 to 10 with 3 or 4 words گفته که گوش بدید و کامل کنید این پرسش های یک تا 10 را با سه تا یا چهار تا واژه پس خیلی خوب گوش بدین بچه خب من بعد دیگه میخواستم میشه همه رو یک جانشون بدی دیدم کوچیک میشه سای خب بذارین همینطوری یواش یواش میریم 7.5 رو من بیارم 7.5 7.5 اوکی okay. خب 7.5 One. Have you ever tried to learn something new and failed? Two. How important is it to know how to drive? 3. How long do you usually spend deciding what to wear in the morning? 4. Have you ever forgotten to turn off your phone during a class or concert? 5. Where are you hoping to go for your next vacation? 6. Are you planning to go anywhere next weekend? 7. Would you like to work or study in another country? 8. Have you ever pretended to be sick when you weren't? 9. Do you think it's important to learn to cook at school? 10. Do you think it's possible to stay friends with an ex-boyfriend or girlfriend? پاسخه ها رو دارید میبینید بچه ها؟ اوکی okay, این هم از پاسخ های این بخش پارت uh, سی گفته که "Working pairs A. Ask B the first five questions B. Give as much information as you can Change rules for the last five questions خب گفته که این قسمتی که چند تا پرسش داده به صورت اسپیکینگ بیاین اینو تمرین کنید و تا جایی که میتونید گفته چی دلیل بیارین information بدین تا جایی که میتونید اطلاعات بدین uh, یعنی میگه speakingتون رو طولانی تر بکنید uh, change rules for the last five questions و <coughs> uh, بعدش برای اون پنج تا بعدی از 6 تا ده uh, خب اگه باز دارین تک نفره کار میکنید دیگه بچه خودتون تک نفره هم پرسش رو بپرسید و هم پاسخ بدید قسمت رایتینگ بچه یه رایتینگ خیلی خوبه uh, بذارید بخونم گفته که with a partner write, uh, how to survive blah, blah, article. گفته که با کمک یک دوست بنویسید یک article یا مقاله یه تکستی <coughs> با عنوان how to survive چگونه زنده بمانیم کجا حالا اومده اینجا به ما تاپیک داده بعد گفته که choose one of the titles below یکی از این تایتل های زیر رو انتخاب کنید ای بابا خب and try to think of at least four tips و حداقل گفته که به چهار تا توصیه فکر کنید organize your tips in a logical order و گفته که مرتب کنید این توصیه هاتون رو در یک ترتیب منطقی بذارید start each one with an imperative خب گفته که هر کدوم از این تیپ ها رو با یک فعل امر Um, گفته که uh, شروع کنید و for example گفته که don't be late یا مثلا wear um, the right clothes okay and then explain why um, برای اینکه بتونید بچه یه آرتیکلی بنویسید از همون um, مثال هایی که تا الان داشتیم سه تا مثال دیدیم دیگه اولیش رو که با هم کار کردیم دومی دو و سومی سو رو که به عنوان یک تمرین بهتون دادم ولی میتونید از مدلش استفاده کنید در واقع حالا شما میتونید انتخاب کنید مثلا how to survive a job interview how interview یا بهتری بگیم اینجوری how to survive a party where you, where you don't know anyone how to survive um, family vacation. Okay. اینم از درس 7C امیدوارم که um, همه چیز کلیر بوده باشه خب اگر بچه پرسشی دارید حتما در قسمت کامنت ها بپرسید و پیروز و سربلند باشید و have a great time